شرایط خاص اقلیمی در جنوب کرمان باعث شده بستر برای تولید انواع محصولات از موز و انبه و خرما گرفته تا انواع محصولات زراعی و باغی فراهم شود. البته کشاورزان چندان سودی از این منطقه بکر و کم نظیر نمی برند و این دلالان هستند که دسترنج کشاورزان را به جیب می زنند. یکی از مشکلات بزرگ کشاورزی جنوب کرمان نداشتن برند و بسته‌بندی مناسب و عدم صادرات متمرکز است. در حال حاضر صادرات به صورت جزیره‌ای بوده و هر کسی به اسم خودش محصولش را صادر می کند. احداث بندر خشک یکی از راهکارهای حل این مشکل است. بندر خشک پایانه‌ای ترکیبی در داخل کشور و مجاور خطوط اصلی ریلی و جاده‌ای است که مستقیماً با بنادر دریایی ارتباط دارد. از نظر وسایل نقلیه دارای ظرفیت بالایی بوده که مصرف کنندگان می توانند واحدهای استاندارد کالا را از آن تحویل گرفته یا به آن تحویل دهند. انگار این کار را مستقیماً در بنادر انجام می دهند. مهرماه 97 اولین بار بحث احداث بندر خشک با توجه به ظرفیت خوب کشاورزی جنوب استان مطرح شد، اما در مقیاس کوچکتر و در قالب پارک لوجستیک کشاورزی که حالا 2 سال از این ماجرا می گذرد. پارک لوجستیک کشاورزی بیشتر منطقه ایست، در صورتی که بندر خشک بزرگتر بوده و در سطح وسیع‌تر و بین‌المللی کار می کند. وزارت راه و شهرسازی متولی تأسیس و نظارت بر این مراکز است. ساردویی مدیر کل راه و شهرسازی جنوب کرمان میگوید در طرح جامع مطالعات حمل و نقل کشور مصوب شد پارک لوجستیک کشاورزی جنوب جنب فرودگاه جیرفت که در آینده راه آهن نیز از این مکان عبور میکند ساخته شود. ببینید اون زمان دیگه وزیر وقت راه و شهرسازی آقای دکتر آخونین اجراین رو تبدیل که به سازمان راهداری و املاق جاده که اونا بیان پیگیری کنن، یعنی از حضور مطقه مجوز شدارشون گرفته. یکی دو تا جلسان بعدا برگزار شد و ما حتی زمین هم پیشنهاد داریم، زمینی که حالا در جمع فرودگاه ما خودم داشتیم و از همکار منابع طبیعی هم دارن. قرار کل مطور کشاورزی حالا تولید میشه بیاد اینجا، هم سورت بشه هم بسته‌بندی بشه و استاندارد و اینا کنترل کنن صادر بشه، سردخونه و سورتینگ و این چیزا اینجا باشه. به گفته جمیلی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده جنوب کرمان، سرمایه گذار برای انجام این طرح اعلام آمادگی کرده و با کسب مجوز در حال انجام کارهای مقدماتی است. اما حسینی مدیر طرح پروژه میگوید از 1 سال قبل مطالعات اولیه و نقشه برداری بر روی زمینی به وسعت 1000 هکتار برای احداث پارک لوجستیک انجام شده است. خوشبختانه توی 20 روز گذشته بنده تونستم بگیرم مجوز مربوط به لوجستیک پارک جیرفت رو، لوجستیک پارک کشاورزی خاص جیرفت رو بگیرم که این قابلیت ارتقا به بندر خوش را هم خواهد داشت. این رو ما الان طرح توجیهش رو داریم می‌نویسیم برای گرفتن موافقت اصولیش و فکر می‌کنم ظرف 1 ماه آینده ما بتونیم موافقت اصولی رو از راهداری کل کشور، با توجه به اینکه مطالعات دولتی روی زمین اصلاً انجام نشده ولی با توجه به راهکارهایی که ما داشتیم این رو به منصه ظهور رسوندیم خدا رو شکر با دعای خوب مردم خوب جیرفت. به گفته حسینی در این 1000 هکتار 7 شهرک دانش بنیان نیز برنامه ریزی شده که پوشش دهنده امکانات جنوب کرمان است. مدیر طرح پروژه پارک لوجستیک کشاورزی جیرفت میگوید در بحث برندینگ، صادرات و تقسیم بازار به صورت صحیح در محصولات جالزی و باقی قرار است. با یک برند خاص روی محصولات کشاورزی، نام کشاورز، نوع محصول، نوع کودهای مصرفی و نوع سموم استفاده شده مشخص شود که این کار برای اولین بار در کشور است. حمزه سلمانی، کرمان. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.